جناب آقای رضا افتخاری، مدیر محترم باشگاه استقلال مهمان ما هستن. آقا بالاخره اومدید، خیلی خیلی اون صندلی خالی دلش تنگ شده برای شما، خیلی خوش اومدید. اگه شما الان بخواید رأی بدید بین بازیکنان، کادر فنی و مدیریت، منظور ما الان هم اعضای هیئت مدیره است، هم میتونه بالاتر از اون وزارت ورزش رو هم در بر بگیره که به هر حال این افراد رو منصوب کردن در پست‌های خودش، حالا یه آیتم داریم در این زمینه. شما خودتون بخواید رأی بدید به کدوم گزینه رأی میدید؟ میدید اصلا رأی؟ ببینید، من کادر مدیریت، کادر فنی، سومش بازیکنان. آره. من بازیکنان خارج میکنم، جاش میذارم بدشانسی. یعنی ما در واقع، من میخوام رأی بدم، به هر سه رأی میدم. چون همه عوامل دست به دست هم داد. اگه مجبورتون کنن یه دونه رو انتخاب کنید؟ حالا کسی مجبورمون نکرد. نه، مجبور شو آقا چرا دیگه؟ من مثلا من میگم آقا بگید که بین این بازیکنان، کادر فنی، مدیریت یکی رو انتخاب کنید. ببینیم، اجازه میدید من یه توضیح بدم راجع به این موضوع. خب ما امسال متاسفانه شروع بازیامون مواجه شدیم با محرومیت هایی که برای سه بازیکن ما در نظر گرفت فدراسیون فوتبال. یه بخش از این محرومیت تقصیرش برمیگرده گردن کادر فنی ما، اونها مخالفت کردن این بازیکن در اختیار تیم ملی قرار نگیره. بعد ما از همونجا ضربه رو خوردیم. بازی اولمون با نفت آبادان سه تا بازیکن ملی پوشمون رو نداشتیم و آسیب اول اونجا دیدیم، تو روحیه تیم اثر منفی گذاشت. ولی یه بازی بود اینجوری بود دیگه. بازی بعد که با استقلال خوزستان بود فکر می‌کنم، یه پنالتی ما گرفته نشد، یه گل ما که شما هم تو برنامه‌تون نشونده آفساید نبود قبول نکرد داور، این دومی ضربه به تیم وارد شد. تیم روحیه‌اش از دست داد. بعد از اون به دنبال اون مصدومیت‌ها پشت سر هم اومد. ما سه تا بازیکن ملی پوشمون همزمان مصدوم شدن. آقای شجاعیان، آقای منتظری، عرض کنم وریا غفوری. بعد به دنبال اون بازیکنهای دیگه اومدن، آقای امید ابراهیمی عمل جراحی داشتن، آقای محسن کریمی کتفشو عمل کردن، آقای زکی پور، آقای فرشید باقری، آقای فرشید اسماعیلی. شما ببینید 9 تا بازیکن تیمو یه دفعه خارج بکنید، تیم معلومه آسیب میبینه. بعد آقای منصوریان اومده بود با این ترکیب تمرین کرده بود تو ارمنستان، تو بازی تدارکاتی یک دفعه تخلیه شد، بازیکنای جدید اومد، نتونست که اون تاکتیکای خودش رو در زمین پیاده بکنه. خب ما گفتیم که بالاخره هوادارا صبر بکنن، بازیکن ها مصونیتشون برطرف بشه، برگردن تا شرایط عوض بشه. در این شرایط بودیم که از بیرون هم فشارهای وارد میشد به تیم، مسائلی مطرح میشد که روحیه تیم اثر منفی میذاشت و کسانی که ما انتظار نداشتیم ازشون، توقع داشتیم به عنوان یک استقلالی بیان حمایت کنن، کمک بکنن، بدتر تحریک میکردن. خب یه عده‌ای هم ناخواسته، من البته به اونا حق میدم، تیمشون باخته ناراحت میشن، ولی من با اینکه پیام دادم صبور باشید، تحمل بکنید، ما داریم یه کارهایی انجام میدیم، شما استظهار دارید که ما که تازه تو فوتبال نیومدیم. بعد یه دفعه تیم رو شما اومدید، تمام بازیکن جوان الان رفتن ته خط دیگه، این سری مهرهایی که گرفته شدن باعث شد که این جوان‌ها بدن دوباره ته خط بازی نکنن، تیم کلا به هم ریخت و این اتفاقات امسال رخ داد. یعنی ببین الان هوادارا کامل شما رو حمایت کردن، علیزا منصوریان و تیمو کامل حمایت کردن، حتی در مقطعی که پارسال بد نتیجه میگیره، بعد خب نتیجه حمایت شد نیم فصل دوم درخشان تیم استقلال و پوست اندازی که این تیم کرد، جوانایی که بهش میدون دادن اومدن. ولی امسال این حالا تو این آیتم آنالیزمون تشویشی که وجود داره در تیم، این تشتتی که وجود داره، من احساس میکنم که شاید نه، آیا واقعا تماشاگرها امسال هم این حمایت رو ادامه میدن؟ این در واقع پارادوکس هست که این جوانایی که پارسال خوب کار کردن و خوب نتیجه گرفتند و اومدن تجربه کسب کردن، چرا کنار گذاشته شدن و یه سری بازیکن دیگه اومدن در تیم؟ خب ببینید، ما در فصل نقل و انتقالات، اولا تمام بازیکنایی که من گرفتم نظر کادر فنی، من هیچ کی رو خودم نیاوردم تو تیم، همه رو اومدن گفتم من این بازیکن رو می‌خوام، بعضیشون هم به سختی گرفتیم. این بازیکن‌ها رو ما گرفتیم، گفتیم در کنار بازیکن‌های جوونمون، این با تجربه ها میان، تیممون امسال بستیم برای قهرمانی. خب حالا با این مشکلات مواجه شدیم، الان برای برون رفت از این مسئله باید هواداری بیاد کمک من، اونی که به اصطلاح طرفدار استقلال باید بیاد کمک. این که بیان
شعار بدن و روحیه تیمو ضعیف بکنن و سرمربیمون رو زیر سوال ببرن به نظر من کار پسندیده نیست. آیا مشکل مثلا علی چینی بوده فقط که کنار گذاشته شده، گفتن کنار گذاشته شده، یا مثلا در مورد بازیکن الان مهدی رحمتی و مجتبی جباری و هیئت مدیره به علیرضا منصوریان گفته نباید باشن؟ ببینید جلسه ای که خود آقای منصوریان بود، یکی از اعضای هیئت مدیره بودن، دو نفر از اعضای هیئت مدیره بودن و من بودم، این بحث مطرح شد. خب نگفتن نباید باشه، گفتن که شما به این دو نفر، یعنی به آقای عبدالله اطلاع دادن بگید بیاد باشگاه برای بعضی از توضیحات با هیئت مدیره بشینن صحبت کنن. خب واسه خب؟ پرانتز، آیا واقعا مجتبی جباری و مهدی رحمتی که مشابه جبری که خیلی کم بازی کرد و شواهد و قرائن و ظاهر قضیه نشون میده که کاملا همراه کادر فنی بوده، نه قوری زده نیم کرده، فقط بازیکن بزرگیه، چندین و چند بازی ملی داره، کلی قهرمانی داره به همراه این تیم، من ندیدم و نشنیدم از هر کیم پیگیری کردیم هیچ قوری بزنه سر تامینا، نمیدونم شاکی باشه. و مهدی رحمتی هم حالا بازی کرده رو گلا بیشتر پنالتی خورده، حالا شاید فصل درخشان و فوق العاده ای نداشته باشه، ولی اصلا نمیشه مثلا بگیم یکی از مقصرین نتیجه نگرفتن استقلال مهدی رحمتیه. بعد مثلا میگم هیئت مدیره آیا صلاحیت اینو داره که به کادر فنی بگه آیا منصوریا شما مثلا مشابه جباری و مهدی رحمتی نباید باشن بیان هیئت مدیره؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم یعنی چی. ببینید هیئت مدیره خب شرح وظایفش مشخصه، من خودم به عنوان مدیر عامل کار فنی اصلا دخالت ندارم. میتونی بگی کی به آقای منصوریان گفتش که اینا نباشن؟ به آقای منصوریان کسی نگفته، بعد به خود بازیکن‌ها گفتن که، یعنی خود آقای منصوریان نظرشون این نبود که جباری و رحمتی، حالا آقای منصوریان میاد رو خط از خودشون سوال آره از خودشون نرفتن جباری و رحمتی سر تمرین، این تصمیم کی بوده؟ این تصمیم هیئت مدیره. تصمیم هیئت مدیره. پس آقای منصوریان در جریان، آقای منصوریان در جریان بود، موافق بودن یا مخالف؟ نه آقای منصوریان در جریان بود و موقعی که این بحثش مطرح شد آقای منصوریان اونجا نشسته بود.